سلام بچه ها، من مصطفی شاکچی هستم. این درس دو آموزش رانندگی فرانسه است. بریم سراغ لپانو دو دانجه، یعنی تابلوهای خطر. سه پانو سون امپلانته اوان اون زون دو دانجه پرمتان او کندکتور دو غلانتیر. بگه این تابلوها کاشته شده قبل از یک محدوده خطر که اجازه میده به راننده تا سرعتش رو کم کنه. غلانتی یعنی کم کردن سرعت. Il se situe à 50 mètres en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. میگه واقع شدن در 50 متری محوطه‌های مسکونی، یعنی جایی که خونه و آدم هست، و 150 متری بیرون از محدوده مسکونی. Dès que je vois un de ces panneaux sur la chaussée, به محضی که یه دونه از اینا رو در مسیر میبینیم، شوسه گفتیم اون مسیری که ماشین ازش میگذره توی جاده، je dois ralentir en contrôlant mon rétroviseur intérieur. به محضی که یه دونه از اینا رو دیدم باید سرعتم رو کم کنم و آینه داخلی هم آینه وسطم رو چک بکنم. rétroviseur بچه میشه آینه. ویراژ à droite، پیچ به سمت راست یا پیچیدن به سمت راست. ralentir afin de ne pas déraper ou être déporté par la force centrifuge. میگه باید سرعتمون رو کم کنیم تا سر نخوریم یا توسط نیروی گریز از مرکز بیرون نریم از جاده. ویراژ ا گوش، پیچ به سمت چپ، دوباره غلانتیر افن دو نو پا دراپه و اتر دپورته پر لا فورس سنتریفوژ، به خاطر اینکه نریم بیرون از مسیر، لیز نخوریم از مسیر بیرون نیفتیم، باید سرعتمون رو کم کنیم. بعدی میگه سوکسیسیون دو ویراژ دون لو پرومیه ای ا دروات. میگه توالی پیچ‌ها، یعنی دو تا پیچن که اولی سمت راسته. لو سگوند ویراژ پو اتر اوسی بیان ا دروات کا گوش. دومین پیچ میتونه همچنین سمت راست باشه یا سمت چپ باشه. غلانتیر افن دو ne pas déraper ou être déporté par la force centrifuge. دوباره گفتیم به دلیل نیروی گریز از مرکز باید سرعتتون رو کم کنید تا لیز نخورید از جاده بیرون نیفتید. سوکسیسیون دو ویراژ دون لو پرومیه ای ا گوش، یعنی توالی پیچ ها که اولیش این دفعه سمت چپه، دوباره دومیش گفته میتونه راست باشه یا چپ باشه و سرعتتون رو باید کم کنه. اینجا چون بالایی رو داره تکرار میکنه دیگه من تکرارش نمی کنم. شوسه رترسی، یعنی میگه که جاده باریک میشود. رترسی یعنی باریک شدن. جویت دو دپسه، بچه ها دپسه یعنی سبقت گرفتن. لوردن رترسیسمان دو لشوسه، میگه وقتی که جاده داره باریک میشه من سبقت نمیگیرم. ده دو کته و اونیکمان پر لدرات و لگوش، که میتونه هر دو تا قسمت باریک شده باشه یا فقط یک قسمتی از جاده باریک شده باشه. شوسه رترسی پر لدرات، میبینید که اینجا سمت راسته که باریک شده. جویت دو دپسه لوردن رترسیسمان دو لشوسه، میگه من سبقت نمیگیرم وقتی که جاده باریک میشه. اونیکمان پغلا دوات، فقط از راست. شوسه رترسی پغلا گوش، دوباره اینم همون سمت چپش رو داره میگه. جوید دو دپسه لوردن رترسیسمان دو لشوسه، اونیکمان پغلا گوش. بریم قسمت بعدی. شوسه پارتیکولیرمان گلیسان، همونجور که در تصویر میبینید جاده لغزنده است. گلیسان بچه یعنی لغزنده است. سو پانو ادی پرمانان سوف سی ایلیا ان پانو تیپ پارتوم دو پلوی. میگه این تابلو تابلوی همیشگیه مگر اینکه نوشته باشه پارتوم دو پلوی، یعنی نشون داده شده باشه فقط در زمان بارندگی. alors ce panneau est-il dit temporaire. پس اگه اینجوری باشه موقتی. کسی او دودن میگه که سرعتتون رو کم کنین به خاطر اینکه کف مثلا
خودروتون آسیب نبینه چون دست انداز داره. پس کسی او دو دن. بعدیش میگه غلامتی سرخ. اینجا سرعتگیر، فرقش اینه که اون احتمالاً بالایی یه جایی که دست انداز داره خود جاده، این ولی یه جایی که ساختن به خاطر اینکه سرعت رو کم کنیم. غلامتی سرخ پس یعنی سرعت رو کم بکنی، این چیزی که خود آدم ها ساختن. پساج انیوو مونی دو باریر ا فونکسیونمان مانوئل. اینجا بچه جایی که مسیر عبور راه آهنه و باریر یعنی اون مانعش دستی درست میشه. او فونکسیونمان اتوماتیک یا اتوماتیک. لو پانو سینیال اتوماتیک دو ات پرزان سو سو پانو. میگه اگر اتوماتیکه بعد اون زیرش بنویسه. Je ralentis afin de pouvoir m'arrêter si le feu clignote au rouge et pour éviter d'abîmer les suspensions sur le passage des rails. میگه سرعتم رو کم میکنم اگر اون چراغ چشمک زن چراغ به رنگش قرمز باشه داره چشمک میزنه، پا برای اینکه مثلا جنم کمکم خراب نشه روی مسیر ریل. قسمت بعدی میگه پساج نیو سان باریر نی دومی باریر، یعنی وقتی که دوباره از مسیر قطار داریم رد میشیم ولی نه مانعی نیست یا نصف مانع هم نیستش. جو غالانتی پور مارته ا اوتور دو استوپ. میگه سرعتم رو کم میکنم تا بتونم وقتی که استوپ به استوپ رسیدم متوقف بشم. تراورسه دو وای دو ترانوی، یعنی عبور مسیر ترانوی، میدونی قطارهایی که تو شهر توی خیابونه. جو غالانتی افن دو پووار مارته ا اوتور دو فو روژ کلینیوتان سی ان ترانوی عریف. میگه سرعتم رو کم میکنم اگر چراغ چشمک زن قرمز دیدم که در یعنی نشون میده که یه ترانوی داره میاد تا بتونم متوقف شم. اتنسیون ان ترانوی ات توجور پریوریتر. مواظب باشید، دقت کنید، توجه کنید، همیشه اولویت یا حق تقدم با ترانوی. بعدی میریم اندروی فرکانته پر لز انفان، یعنی یه مسیری که توش بچه ها یا یه مکانی که بچه ها خیلی توش عبور و مرور میکنن، مثلا عبور کودکانه. سپنو نندیک پا اسپسیالمان اون اکل. میگه فقط به معنای یه مدرسه نیست. جو غالانتی اپورت من اتنسیون سور لپا کوته دو لا شوسه پور مارته سی ان پیتون و تراورسه. میگه سرعتم رو کم میکنم و به دو طرف خیابون نگاه میکنم که اگر آبری داره میاد من توقف کنم. پسش بوغ پیتون یعنی خط عابر پیاده، پیتون بچا یعنی کسی که عابر پیاده است. جو غالانتی افن دو من فرمه سور لا پریزنس ایوانتوئل دو پیتون او نیوو دو پساج پروتژه. سرعتم رو کم میکنم و مطمئن میشم یا میبینم که آیا عابری وجود داره توی اون قسمت یا نه. قسمت بعدی پساج دو کاولیه ونان دو دروات او دو گوش، یعنی عبور سوارکار که از راست یا چپ میاد. جو منفورم لاترالمان پور منفورم دو لا پرزنس اوانتوئل دو کاولیه، یعنی منفورم یعنی دقت میکنم، میگه به این ور اون ور جاده دقت میکنم که ببینم آیا یه سوارکاری میاد یا نه. اتنسیون لی شووو پوف پرندر پور دون واتور. میگه اسبا میتونن بترسن از ماشین ها. لسه دز اسپاس سوفیزان و ارته وو سی نسسر. بهشون مکان یا فضای کافی بدید و متوقف بشید اگر لازمه. نوتیلیزه جمه لورتیزور سنور ان پریزنس دانیمان کار وو ریسکریه دو لزفریه. میگه هیچ وقت از بوغ استفاده نکنید یا از هشدار دهنده های صوتی استفاده نکنید چون ممکنه که بترسونیدشون. بعدی میگه پساج دنیمو دومستیک، یعنی عبور حیوانات اهلی. ریسک دو تراورسه دنیمو و دو پرزنس دو تروپو سور لا روت، یعنی خطر عبور حیوانات یا حضور گله ها در جاده. بعدی پساج دنیمو سوواژ، یعنی
عبور حیوانات وحشی، être prudent، محتاط باشید، احتیاط کنید، surtout le soir ou tôt le matin، مخصوصا شب یا خیلی صبح خیلی زود، car c'est à ce moment-là que les animaux sauvages sont plus fréquemment sur la route، بخاطر که این موقع هاست که حیوانات وحشی بیشتر حضور دارن توی جاده. دبوشه دو سیکلیست ونان دو دروات و دو گوش، یعنی خروج مثلا دو چرخ سوار از راست یا چپ. جو غلانتی پر من فرمه دو لپریزانس ایوانتویل دو سیکلیست، پس صورتم رو کم میکنم تا حواسم باشه دو چرخه یه وقت نیادش. ترافرسه دونر دو دانجه ایریان، میگه من عبور یا مسیر یا عبور یک خطر هوایی، یعنی هواپیما ممکن از اونجا داره میگذره. Le bruit d'un avion en basse altitude peut surprendre le conducteur، میگه که سر و صدای یه هواپیمایی که داره در ارتفاع پایین پرواز میکنه میتونه راننده رو شوکه کنه. اینو میذارن که حواستون باشه نترس. پون موبیل، پل متحرک، je ralentis pour m'informer de la fermeture ou non du pont mobile، سرعتمو کم میکنم برای اینکه ببینم که آیا این پل بسته است یا نه، یا بسته یه وقت بسته نشه. دبوشه سور ان که او این برج، یعنی خروجی به اسکله یا مثلا یک کناره رودی هاشه، سرعتمو کم میکنم بخاطر اینکه نیفتم تو آب، مسیرم نره تو آب. وان لاترال، باد جانبی، سوان پریزان سور لروت اگران ویتس، که معمولا وجود داره در جاده هایی که سرعتشون خیلی بالاست. اتانسیون او زکر سورتو او مومان دو دپسه، میگه حواستون به این فاصلاتون باشه، مخصوصا وقتی که دارید سبقت میگید، باد نبرتتون. لمانش اعر، اون چیزی که بچه توی تصفیه میگید مانش اعر، نودون لدیرکسیون الا فورس دووان، این به ما مانش عرق به ما نشون میده جهت و قدرت باد رو. قسمت بعدی ریسک دو شوت دو پیر و دو پریزانس سور لا شوسه دو پیر، میگه خطر سقوط سنگ و حضور سنگ مثلا در جاده. اتر اتانتیف الا پریزانس پوسیبل دو پیر سور لا روت و ایویته دو سرته و استسیونه اوتور دو دانجه، میگه مواظب حضور احتمالی سنگ و دو جاده باشید و توقف نکنید یا پارک نکنید وقتی رسیدید به خطر، عبور کنید بره. بعدی اوتور دانجه خطرهای دیگه است به صورت کلی. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panneau، میگه که ماهیت خطر ممکنه که مشخص بشه یا مشخص نشه توسط تابلو. در هر صورت من باید جوغلانتی پر من فرمه دو دانجه ایوانتویل، من صورتم کم میکنم تا ببینم مشکلی نباشه. دسانت دانجروز یعنی سرپایینی مثلا خطرناک. لو پورسانتاژ کورسپوند اون دسانت دو 10 متر سور 100 متر. Je ralentis et utilise mon frein moteur dans la descente. پس اون اینجا حالا گفته سرپایینی 10 متر از 100 متر، ولی من فکر کنم در 100 باشه چیزی که داریم اونجا میبینیم. سرعتم رو کم میکنم و ترمز رو میگیرم توی و ترمز موتور رو میگیرم. قسمت بعدی انونس دو فو تریکولور، یعنی اعلام چراغ سرنگ، چراغ راهنمایی. جو غالانتی پور من فورمه سی نسسر روژ، اگر ساعتم کم میکنم برای اینکه متوقف شم اگر چراغ قرمز بود. اتانسیون مم سی لو فو ایور جو دو غالانتیر پور ما پرته ا مارته او فو اورانج، یعنی حتی اگر چراغ سبز بود باید ساعتم کم کنم که اگه یهو زرد شد بتونم متوقف شم. سرکولاسیون دان لی دو سانس، یعنی عبور و مرور در دو جهت دو طرف است. سو پانو دو دانجه ای لو سول ا اتر دو پوزیسیون،
این میگه تابلوی خطر فقط تنها تابلویه که برای مکان یا موقعیت ازش استفاده میکنه. ستدیق که لواه ای ا دوبل سانس على اوتور دو سلویس. این وقتی به این تابلو رسیدید مسیر ما دو طرفه است. خیلی ممنون که این درس رو دیدید.